اینکه دوربین عکاسی و فیلمبرداری تنها یکی دو دهه است که به زندگی افراد عادی وارد شده و بسیاری از خانواده‌ها در دهه‌های گذشته حتی از داشتن دوربین‌های شخصی محروم بودند، تصور دنیای بدون تصویر در عصر حاضر غیر ممکن است. در ابتدای پیدایش عکاسی، گرفتن عکس کاری لوکس تلقی می‌شد و افرادی که امکان مالی داشتند می‌توانستند به آتلیه‌های عکاسی مراجعه کنند. آنها برای مدت طولانی بایستی مقابل دوربین بی حرکت می‌ایستادند تا تصویرشان ثبت شود. امروزه با گسترش تکنولوژی دیجیتال و فراگیر شدن استفاده از تلفن‌های همراه، کمتر شخصی را می‌توان یافت که به ثبت تصاویر اطراف خود علاقمند نباشد. اما اولین عکس چگونه ثبت شد؟ 188 سال پیش عکاسی به شکل امروزی با ثبت اولین تصویر دائمی توسط جوزف نیستورنیپس فرانسوی که با عنوان منظره از پنجره در لوگا معروف است اختراع شد. آقای نیپس برای اینکه این عکس را ثبت کند 8 ساعت دوربینش را برابر منظره روبروی پنجره اتاقش بدون حرکت قرار داد. او این تصویر را که به شکل نگاتیو تهیه شده بود هیلیوگرافی یعنی ثبت توسط نور خورشید نام نهاد. امروز اما در مدت 8 ساعت می توان حدود 30,000 عکس را عکاسی کرد. اختراع عکاسی انقلابی در دنیای ثبت تصویر ایجاد کرد و بسیاری از حرفه‌های جدید در عرصه سینما و تلویزیون مدیون پیدایش صنعت عکاسی هستند. این حرفه مدرن به فاصله کوتاهی توسط ناصرالدین شاه قاجار وارد ایران شد. او که به این فن علاقه وافری داشت توانست عکس‌های زیادی از خود و خاندانش به جا بگذارد. که همینک در کنار عکس‌های عکاسان دیگر در آلبوم خانه کاخ موزه گلستان نگهداری می‌شود. ناصرالدین شاه از هر چه در اطرافش می‌گذشت عکس می‌گرفت. مراسم درباری، مجالس تعزیه، روزخانی و ضیافت‌های شکوهمند، اردوهای ییلاقی و شکارها، چهره وزرا و وکلا و حتی زنان حرمسرای شاهی. این عکس‌های ارزشمند از ایران آن روزها امروز اسناد مهمی برای مطالعات ایران‌شناسی، مردم‌شناسی و تاریخ عکاسی ایران به شمار می‌روند. میتوان گسترش این فن جدید در ایران را مدیون علاقه شخصی ناصرالدین شاه و طبقه اشراف به جاودانه شدن دانست. افراد رویکردهای عجیب و مختلفی نسبت به پدیده عکاسی از خود نشان میدادند. باور ثبت هر آنچه که هست گاه برای مردم دشوار بود. آقای مشکات الملک در رساله عکسیه حشریه که 125 سال پیش نوشته شده است، به ظرافت و هوشمندی خاصی این وضعیت ضبط چهره آدمی و شرایط زندگی این جهانی را در عکس‌ها با زنده شدن در روز حشر و محاسبه اعمال انسان‌ها پیش روی آنها مقایسه کرده و از این روی نام رساله خیش را عکسیه حشریه نهاده است. این رساله در ابتدای کتاب گنج پیدا که به کوشش زنده یاد بهمن جلالی در سال 1377 منتشر شده به چاپ رسیده است. اما در سال 1393 شمسی مردم چگونه عکاسی می‌کنند؟ برای یافتن پاسخ این سوال به میان توریست هایی که برای بازدید از بنای یادبود ابراهام لینکن 16 رئیس جمهور آمریکا در شهر واشنگتن دی سی آمدند می رویم تا ببینیم آخرین بار چه زمانی از نگاتیو و فیلم استفاده کردند. نه، من هرگز از فیلم استفاده نکردم. فیلم راحت نیست. این دوربین بزرگ برای کارهای بزرگ است، نه کارهای روزمره. سال 2001 من تلفن همراهم رو استفاده می کنم که همه جا با خودم دارم. بله، من تلفن همراهم رو دوست دارم. من هرگز دوربینم رو با خودم ندارم. همسرم همیشه دوربینش رو با خودش داره. تلفن همراه خیلی آسون هستش. فکر میکنم 10 سال پیش با فیلم نمیشه خیلی عکس گرفت، اما با دیجیتال شما همینجور عکس میگیرید و بعدا استفاده میکنید. به همین راحتی که میبینین مردم سلایقشون عوض شده. الان در سال 2014 میلادی مردم ترجیح میدن با تلفن‌های همراهشون عکاسی بکنن. ما از این به بعد تلاش خواهیم کرد از دریچه دوربین شما در برنامه‌مون تصاویر و عکس‌ها و اتفاق‌هایی رو که شما ثبت می‌کنین رو به علاقمندان نشون بدیم. این روزها ثبت تصاویر شخصی با تلفن‌های همراه تنها مختص مردم عادی نیست، بلکه سیاستمداران و افراد مشهور دیگر نیز از این امکان برای عکاسی استفاده می‌کنند. در برنامه دریچه همه هفته عکس‌های منتخبی از شبکه‌های اجتماعی نیز معرفی خواهند شد. در آخرین نمونه این تصاویر که در شبکه‌های اجتماعی پخش شد،
جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا در کنار باراک اوباما دیده می شود. او عکسی گرفته است که این روزها به آن سلفی می گویند. آقای بایدن این عکس را در روز اول راه اندازی حساب کاربری خود در شبکه اینستاگرام منتشر کرد. در بخش دیگری از برنامه دریچه به بررسی عکس‌های منتشر شده و تاثیرگذار خبرگزاری‌های داخل ایران خواهیم پرداخت. در این برنامه به معرفی عکس‌های آرش خاموشی از خبرگزاری ایسنا می‌پردازیم. آرش خاموشی با پوشش تصویری کامل خود که از جریان بخشش اعدام بلال، پسر جوانی که در جریان یک نزاع خیابانی در سال 1386 مرتکب قتل شده بود، توانست عکس‌های تاثیرگذاری را بگیرد که بر روی صفحه اول روزنامه گاردین چاپ لندن نیز منتشر شدند. در جریان این مراسم عبدالغنی حسین‌زاده و همسرش تناب دار را از گردن بلال که پسر 17 ساله‌شان عبدالله را کشته بود درآورده و او را می‌بخشند. وحید سالمی بعد از پایان مراسم نماز جمعه تهران در هفته پیش این عکس را از محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران گرفت. آقای احمدی نژاد به احساسات یکی از طرفدارانش از داخل اتومبیلش اینگونه عکس العمل نشون میده. در برنامه دریچه همچنین همه هفته رویدادهای عکاسی ایران و جهان را معرفی خواهیم کرد. 9 عکاس ایرانی 34 عکس خود با عنوان نسل سوخته را در سامرس هاوس لندن به نمایش گذاشتند. آثار علی و رامیار، شادی قدیریان، گوهر دشتی، بابک کاظمی، آزاده اخلاقی، صادق تیرافکن، نیوشا توکلیان و عباس کوثری در این نمایشگاه تاسیه که ماه می میلادی برای عموم به نمایش درآمده است. برنامه دریچه همه هفته جمعه ها از صدای امریکا.